بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که همه شما از نعمت صحت و عافیت برخوردار باشین. خوشحال هستیم که با یک درس جدید از بیولوژی صنف نهم با شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم که با دقت و توجه کامل به درس خودتان نگاه بکنید. کاری که و درسی که امروز خدمت شما میکنیم دقیقاً شروع فصل جدید کتابتان است از صفحه 44 که عنوان ما سیستم های اسکلتی و عضلاتی هست. چرا این دو سیستم رو با هم مطالعه میکنیم شاگرد عزیز؟ به دلیل ای که میخواییم نقش این دو سیستم که با هم دیگه کار میکنن بررسی بکنیم. قبل از اینکه بیام عنوان جدید برای شما درس بدیم، مرور میکنیم درس قبلی را که در رابطه با سیستم اتراحیه بود و امراض گرده برای شما تشریح کردیم و بعضی از عناوین مثل راه‌های محافظت از گرده که انسان باید دقت بکنه که نفرون‌ها در گرده فعالیت طبیعی داشته باشند و در حقیقت اجازه ندن که میکروب‌ها وارد بدن انسان بشه تا نفرون‌ها را مصاب بسازن و فعالیت اونها مختل بشه. و آخرین عنوان پیوند گرده بود که برای شما تشریح کردیم که یک راه زمانی که گرده‌ها از طریق دیالیز یا گرده مصنوعی فعالیت خودشان را نتونستن به خوبی اجرا بکنن، آخرین مرحله پیوند گرده هست که گرده سالم را از یک شخص می‌گیرن و شخص مریض انتقال بدن. درس جدید ما در رابطه با سیستم‌های عضلاتی و اسکلتی هست. دقت بکنید شاگرد عزیز، ما چرا این دو سیستم را با هم باید مطالعه بکنیم؟ این دو سیستم زمان با هم از این خاطر با هم مطالعه میشن که در حقیقت نقش این دو سیستم با هم دیگه هست یا همکاری این دو سیستم با هم هست که باعث ایجاد حرکت میشه. پس حرکتی که ما ازش نام میگیریم در حقیقت به وسیله دو سیستم عضلاتی و سیستم اسکلتی هست. این دو سیستم با همکاری هم ایجاد حرکت را میکنن. علاوه بر این سیستم اسکلتی و عضلاتی در حقیقت یک وظیفه دیگه هم دارن که سبب میشن که یک شکل استواری بدن داشته باشه، هم شکل دادن و هم استواری بدن هم هست. پس غیر از حرکت، پس اگه بخوایم بگیم این سیستم های عضلاتی و اسکلتی با هم دیگه سه تا وظیفه رو با هم به خوبی انجام میتن. نقش اینهایی است: اولین نقششان حرکت هست، دومین نقششان شکل بدن هست و سومین نقششان استواری بدن هست. ببین اگر اسکلت بدن نداشته باشه نمیتونه استوار باشه. اسکلت و عضلات با هم دیگه به یک شکل و یک فرم مناسب برای بدن انسان میسازن و حرکتی که ما داریم از دست و پا و همه حرکاتی که در بدن ما هست ناشی از همکاری دو سیستم عضلاتی و اسکلتی هست که برای شما بحث را از سیستم اسکلت آغاز میکنیم. اسکلت در حقیقت همون چارچوب استخوان بدن انسان نمیگن. خب اسکلت در حقیقت محور و تکیهگاه عضلات و اعضای بدن هست. پس محور و تکیهگاه عضلات بدن هست. یعنی اگر ما ببینیم که عضلات کجا هست، اعضای بدن کجا هست، میگیم تمام عضلات و اعضا در حقیقت تکیهگاهشان کجا هست شاید عزیز؟ عضلات ما و اعضای بدن ما تکیهگاهشان همین اسکلت هست. پس نقش اسکلت نقش محور در بدن هست و نکته دیگری که در اثر انقباضات عضلات اسکلت به حرکت در میاد. پس عامل حرکت اسکلت اینجا میتونیم نشون کنیم، عامل حرکت اسکلت چی هست شاید عزیز؟ عضلات هست. انقباضات عضلات دقیق تر نشون کنیم، انقباضات عضلات ما باعث حرکت اسکلت میشه. انقباضات عضلات. پس ببینید که این دو سیستم با هم دیگه چگونه هماهنگ باعث ایجاد حرکت میشن. خب سیستم اسکلت شامل اعضایی هست که باید برای شما شاگرد عزیز بررسی کنیم. اسکلت بدن ما در حقیقت از سه قسمت ساخته شدن یا سه عضو دارن: استخوان‌ها، غضروف‌ها و همچنین مفصل‌ها. پس اسکلت ما از سه عضو ساخته شده: استخوان‌ها، غضروف‌ها و مفصل‌ها. این ساختمان اسکلت ما هست که این سیستم از این سه عضو مهم ساخته شده. خب ما در یک دسته‌بندی یا در یک تقسیم بندی اسکلت انسان را به دو بخش
تقسیم میکنیم که برای که بهتر مطالعه بشه، اسکلت انسان به دو بخش محوری و اسکلت زمیموی تقسیم میشه. بخش محوری و بخش زمیموی دو بخش هست که ما در اسکلت میتونیم این دو بخش رو داشته باشیم. و این دو بخش در البته در لاتین بخش محوریش اکسیال اسکلتال بهش میگیم یا اکسیال اسکلتون بهش میگیم و بخش زمیمویش اپر اپندیکولار اسکلتون بهش میگیم و این دو بخش هست که در حقیقت کل اسکلت بدن انسان را ساختن. خب میایم از اسکلت محوری یا اکسیال اسکلتون آغاز میکنیم که دارای کدام بخش ها هست. به صورت یک ستون ما میتونیم اسکلت محوری رو در نظر بگیریم که همون ستون فقرات هست. در حقیقت ستون است که اسکلت زمیموی به او وصل شده و اسکلت محوری خودش شامل در حقیقت 4 استخوان اصلی هست. استخوان‌های اصلی که اسکلت محوری رو میسازن استخوان ستون فقرات هست، همونطور که نام گرفتیم، استخوان جمجمه هست، قبرقه ها هست و همچنین استخوان سینه هست. پس خود اسکلت محوری شامل این 4 نوع استخوان هست. پس استخوان جمجمه، استخوان ستون فقرات، استخوان قبرقه‌ای و استخوان سینه. اینا هم البته همه استخوان هست. این مجموعاً این استخوان سینه، اینجا استخوانش بنویسیم که خود سینه در نظر گرفته نشه. استخوان سینه، استخوان قبرقه، ستون فقرات و جمجمه. این 4 استخوان سیستم اسکلت محوری ما را در بدن تشکیل میده. اما اسکلت زمیموی یا اپندیکولر اسکلتون کدام قسمت از سیستم اسکلتی ما هست؟ تعداد استخوان‌هایی که در اسکلت زمیموی داریم بسیار بیشتر هست از تعداد استخوان‌هایی که ما در استخوان در قسمت محوری داشتیم و استخوان‌هایش را برای شما معرفی می‌کنیم که ما در مجموع می‌تونیم که 5 نوع استخوان را در اینجا در نظر بگیریم. استخوان‌های دست اول براتون میگیم، بعد نشون می‌کنیم. استخوان‌های پا، استخوان لگن خاصره، استخوان توق شانه، اصطلاحا توق شانه میگیم بهش، یا توقک شانه و همچنین بیلک شانه. پس اینا را برای شما مختصر اینجا 5 نوع استخوان را یادداشت میکنیم. از قسمت بالا اگر دقت بکنید، استخوان های پا، استخوان های دست و همینطور اگر بیایم پایین، لگن خاصره، استخوان هایی که در قسمت لگن ما هست، توقک شانه، بیلک شانه. و بیلک شانه. خب پا، دست، لگن خاصره، توقک شانه و بیلک شانه. اینا استخوان های مربوط به اسکلت زمیموی بدن ما میشن که به طور اوسط میتونیم تمام استخوان‌های بدن انسان را شامل 206 عدد استخوان بگیریم. پس تعداد استخوان‌های بدن انسان بالغ چقدر است شاگرده عزیز؟ 206 عدد هست. در مجموع استخوان‌هایی که نام گرفتیم، اسکلت محوری، اسکلت زمیموی که این همه استخوان‌ها هستند، مجموع اینا 206 عدد استخوان را می‌سازه که البته این تعداد در انسان بالغ هست. خب بیایم به سراغ وظیفه استخوان‌ها. ما گفتیم اسکلت وقتی بحث می‌کنیم منظور از اسکلت همون چارچوب استخوانی بدن هست. پس بیایم ببینیم استخوان چی هست و چه وظایف عمده‌ای را در بدن انسان انجام می‌ده. همونطور که در درس‌های قبلی گفتم باشه گفته بودیم، استخوان در حقیقت یک نوع نسج ارتباطی هست. از جمله انساج ارتباطی بدن ما یکیش استخوان هست که وظایف بسیار متعدد داره، میتونه در بدن ما انجام بده. پس اینجا نشون میگم وظایف استخوان که یک وظیفش وظیفه محافظوی است. شاهده عزیز، وظیفه محافظوی به چه معنا است؟ ببینین استخوان ها با توجه به ساختمانی که دارن بسیاری از اعضای داخلی بدن انسان را از آسیب های مکانیکی، از صدمات خارجی محافظت میکنن. مثلا ببینین در داخل قفسه سینه که احاطه شده از طریق قبرقه ها استخوان سینه و از پشت هم از طریق ستون فقرات، این یک محفظه را ساخته که اطرافش کلا استخوان هست.
و شما اگر صدمه بخواهی وارد بشه، مثلا یک مشتی به سمت انسان وارد بشه، اول به قلب نمیخوره بلکه استخوان سینه و استخوان‌های قبرقه است، و اگر از پشت بخوره به ستون فقرات، اینا محافظت میکنن اعضای داخلی بدن انسان را. و همچنین یک عضو بسیار مهم مربوط به سیستم عصبی داریم که نخای شوکی میگیمش، و نخای شوکی توسط استخوان‌های ستون فقرات محافظت میشه. و همچنین بخش دیگری از سیستم عصبی مرکزی انسان مغز هست، یا دماغ انسان هست. مغز توسط استخوان بسیار مستحکم جمجمه محافظت میشه. پس ما میبینیم که در بخش محافظوی، مثال اگه بخوایم بزنیم، مثلا میگیم جمجمه هست، جمجمه از مغز محافظت میکنه، ستون فقرات در حقیقت از نخاع شوکی محافظت میکنه، و قبرقه ها که در قبرقه ها با استخوان سینه، اینها از اعضای حفره صدری محافظت میکنه، که وظیفه و نقش محافظوی رو اینجا ما و شما بررسی کردیم. وظیفه دوم اسکلت شاید عزیز است که بدن را استوار نگه میداره. استواری بدن مربوط میشه به استخوان‌ها. اگر استخوان که یک ساختمان سخت داره نباشه، بدن ما این حالت استوار را نمیداشته باشه. وظیفه سوم استخوان‌ها شاید عزیز ذخیره مواد هست. استخوان وظیفه ذخیره را داره. استخوان‌ها میتونن منرال‌های بسیار مهم و حیاتی بدن انسان را ذخیره کنن و در موقع ضرورتی منرال‌ها را پس با کار بندازن. از جمله منرال ها داخل قصدش هم میکنیم ذخیره منرال ها هست، مانند کلسیم که یک منرال حیاتی بر بدن هست، برای ساختن خود استخوان هست و در بدن باید موجود باشه. پس این وظیفه رو انجام بده. و مثال دیگه که میتونیم بزنیم این هست که یک مادر در دوران حاملگی که جنین در بطن او در حال انکشاف هست، برای تشکیل استخوان‌های جنین، چون جنین وقتی رشد میکنه استخوان‌های او باید تشکیل بشه، لذا نیاز به کلسیم هست برای تشکیل استخوان، و نمک‌های عمده و منرال‌های عمده مثل کلسیم و فسفرس باید موجود باشه، که در اینجا از بدن مادر اینها از استخوان‌ها گرفته میشن و برای ساختن استخوان‌های طفل به کار گرفته میشن. کلسیم ذخیره شده از حجرات استخوان وارد خون میشن اول، و مورد استفاده سایر نقاط نیازمند بدن از طریق خون قرار میگیرن. وظیفه بعدی که برای استخوان تعریف میکنیم حرکت هست، همون وظیفه اولی که روش ما شما بحث کردیم. اسکلت البته به همراه انقباضی که عضلات که برچسبیده بر روی استخوان ها هستن، این عضلات منقبض میشن، اسکلت میتونه که باعث ایجاد حرکت بشه. بدون استخوان کارهای مثل نشستن، خوابیدن، ایستادن، قدم زدن، ورزش کردن، دویدن و کارهایی که نیاز به حرکت داره هیچ کدام برای ما انجام پذیر نخواهد باشن. و وظیفه دیگر که برای اسکلت بند میکنیم ساختن حجرات خون هست. ساختن حجرات خون، منظور از حجرات خون چی هست شاید عزیز؟ منظور کرویات سرخ و کرویات سفید هست، که اینا نقش بسیار مهم دارن در مغز استخوان. انساجی وجود دارن، انساج مخصوصی هستن در استخوانها که اینها وظیفهشان به اصطلاح ساختن حجرات خونی هست، ساختن این کرویات سرخ و کرویات سفید خون هست. بیشتر حجرات خون در مغز استخوان ساخته میشن. خب ساختمان استخوانها همونطور که براتون گفتیم یک نوع نسج ارتباطی هست، که در ساختمان خود استخوان‌ها موادی که وجود دارن اینا هست که براتون معرفی کنیم. پس کلیت وظایف استخوان‌ها اینا هست، وظیفه محافظوی دارن، مثال زدیم، استواری بدن موجب بشن، ذخیره مواد مثل منرال‌های مهم مثل کلسیم دارن، حرکت را باعث میشن به همراه انقباض عضلات، و همچنین در ساختن حجرات خون که کرویات سرخ و سفید باشن نقش مهم را دارن. ببین با سراغ این که خود استخوان از چه ساخته شده، اینها وظایفش بود. پس آخرین عنوان ما این است که در استخوان کدام مواد وجود داره؟ مواد استخوان کدام هستن؟ در ساختمان استخوان حجرات استخوانی به نام استیوبلاست وجود داره. نشان می‌کنیم حجرات استخوانی که اینا را
استیوبلاست میگیم. استیوبلاست حجرات استخوانی هستن که بیشتر بهتون گفتیم که اینها ساختار اصلی استخوان رو ایجاد میکنن. بعد از اون مواد معدنی داریم و بعد مواد عضوی و مواد عضوی. اینها مواد هستن که ساختمان استخوان را تشکیل دادن و در ادامه باید برای شما بگیم که مواد معدنی و مواد عضوی کدام هستن. مواد معدنی استخوان از مرکبات مثل کلسیم فاسفیت و کلسیم کاربونیت تشکیل شده. پس مواد معدنی دو ماده اصلی داریم، کلسیم فاسفیت و کلسیم کاربونیت، دو مواد معدنی اصلی که در ساختار استخوان ها هست. و وظیفه این دو ماده که مواد معدنی کلسیم و کلسیم فاسفیت و کلسیم کاربونیت باشه در حقیقت این است که باعث سخت شدن ساختمان استخوان میشن. بیشتر استخوان ها در ابتدای کودکی به علت کم بودن ذخیره مواد و مواد معدنی که براتون نام گرفتیم اول نرم و ارتجاعی هستن و کم کم وقتی این مواد در استخوان ها زیاد شده میره در اثر تغذیه تبدیل به استخوان میشن. خب تا اینجا را بر شما در رابطه با ساختمان و مواد که در استخوان هست تشریح کردیم. انشاءالله ادامه درس در جلسه بعد به شما تقدیم خواهد کردیم. شاهده عزیز، خواهش میکنم از شما که به سوالات پایان فصل که مربوط میشه به استخوان ها توجه بکنید و اونا را پاسخ بدین. متن درس را به دقت بخونید تا انشاءالله این درس برای شما آموزنده باشه. تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنیم. خداوند حافظ و نگهدارتان.